اولین پس لرزه بعد از اعلام نتایج انتخابات پارلمان اروپا، دستور انحلال پارلمان فرانسه از سوی رئیس جمهور این کشور امانوئل مکرون بود. مکرون بعد از شکستی که در مقابل حزب مارین لوپن در انتخابات پارلمان اروپا داشت و به خاطر اینکه مارین لوپن 10% آرای بیشتری رو نسبت به دوره قبل کسب کرد، دستور منحل شدن پارلمان فرانسه رو داد و قرار به زودی انتخابات پارلمانی زودهنگام در فرانسه برگزار بشه. در کل نتایج انتخابات پارلمان اروپا نشون میده که اروپایی ها یک گردش به راستی داشتند در مورد انتخاب نمایندگان آینده این پارلمان که در واقع رابطه مستقیم اونها با نهادهای اتحادیه اروپا است. در این انتخابات که قرار نمایندگان منتخب پارلمان اروپا تا سال 2029 یعنی انتخابات بعدی فعالیت داشته باشند، احزاب راستگرا و پوپولیست بیشتری به پارلمان اروپا راه یافتند نسبت به دورهای قبل. درسته که هنوز اکثریت آرا رو، اکثریت کرسی ها رو احزاب چپ و میانه رو دارن، اما ورود بیشتر احزاب راست به پارلمان باعث تقویت اونها شده و این اتحادیه اروپا رو در تصمیم گیری های آتی دچار چالش خواهد کرد. به عنوان مثال احزاب راستگرا نسبت به دولت پوتین خوشبینی بیشتری دارن و ممکنه که سیاست های اتحادیه اروپا رو در مورد حمایت از اوکراین تایید نکنن و یا در مورد سیاست خارجی که در قبال جمهوری اسلامی داره اتحادیه اروپا، ممکنه که احزاب راستگرا تحریم‌های بیشتری رو نسبت به جمهوری اسلامی اعمال کنن و یا اصلا خواستار ادامه دیپلماسی با جمهوری اسلامی نباشن. در مورد مسئله مهاجران هم چالش‌های زیادی در پیش روست. نتیجه این انتخابات به نظر میاد که مهاجران رو بیش از پیش دچار چالش و نگرانی بکنه.